در بین نظام‌های عالم در این یکی دو قرن اخیر من به هیچ نظامی رو سراغ ندارم که به قدر جمهوری اسلامی در باره او پیشبینی زوال و نابودی و فروپاشی شده باشه. چرا جمهوری اسلامی با وجود این همه دشمنی به سرنوشت نظام‌ها و انقلاب‌های دیگه دچار نشد؟ علت چیست و رازش چیست؟ راز پرشکوه و افتخار بخش این نظام و ماندگاری این نظام همین دو کلمه است، یعنی جمهوری و اسلام. جمهوری اسلامی هم جمهوری است، یعنی متکی به آراء مردم است، هم اسلامی است، یعنی متکی به شریعت الهی است. یک مدل نو، ابتکار امام بزرگوار، کار بزرگ امام بزرگوار ما این بود، نظریه جمهوری اسلامی رو خلق کرد، اون رو وارد میدان نظریه های سیاسی گوناگون کرد. صرف ایجاد یک نظریه نبود، بلکه اون رو تحقق داد، نظام جمهوری اسلامی رو به وجود آورد. بودن بعضی هایی که میگفتن خیلی خوب انقلاب پیروز شد، مردم برگردن برن خانه هاشون، امام ایستاد محکم، کارها رو سپرد به مردم. امام بزرگوار به مردم خیلی اعتقاد داشت، به توانایی های مردم، به عزم مردم، به وفاداری مردم، امام بزرگوار به مردم خیلی اعتقاد داشت، این فکر اسلام ناب فکر همیشگی امام بزرگوار ما بود، مخصوص دوران جمهوری اسلامی نبود. منتها تحقق اسلام ناب جز با حاکمیت اسلام و تشکیل نظام اسلامی امکان پذیر نبود. فکر همیشگی امام بزرگوار ما بود. این دو کلمه جمهوری و اسلامی رو، امام این دو کلمه رو گره گوشای مشکلات کشور میدونست. از اول اعلام کرد جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، جمهوری و اسلامی، همونی که از قرآن انسان میگیرد. جمهوری بدون اسلامی یا اسلامی بدون جمهوری، این معنا نداره. حاکمیت اسلام یعنی محتواها و ارزشها و جهتگیریها رو اسلام معین میکنه، حاکمیت مردم یعنی شکل اداره حکومت رو مردم تشکیل میدن. هر جا ما مردم رو وارد میدان کردیم، هر جا ما اسلام را معیار و میزان اصلی کار خودمون قرار دادیم، پیش رفتیم، این دو کلمه جمهوری و اسلام، امام این دو کلمه رو گره گوشای مشکلات کشور،